یکی از فیلم هایی که تاثیر وحشتناک جامعه مجازی رو روی زندگی آدم ها نشون میده. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم بریم به سریال بلک میرور و قسمت 6 تو فصل 3 رو ببینیم، یعنی Hated in Nation یا مورد تنفر ملت. این قسمت یکی از بهترین های این سریال به نظر من، اصلا میتونم بگم جزو 10 تا قسمت برترش حساب میشه، به خاطر اینکه واقعا پیام خفنی داره انتقال میده و هیجان و استرسش هم خیلی بالا. بریم ما فیلمو ببینیم، حواسمون اسپول کامل و صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم گزارشگری به اسم جو پاورزون رو بینیم. وقتی به خونه میرسه یه کیک براش فرستادن و تحویل میگیره و میره توی خونه و بازش میکنه و روش فوش خیلی بد براش نوشتن. میفهمیم جو پاورز به تازگی در مورد یه فعال اجتماعی مقاله نوشته که معلولیت هم داشته و به هر حال جون خودش رو طرف گرفته. این مقاله ای که نوشته اومده طرف رو زیر سوال برده و خیلی تحقیرش کرده. واسه همینم همه مردم ازش متنفر شدن و مدام تحقیرش میکنن یا حتی بعد نشون دادن این نفرت لوازم مختلفی مثل همین کیک به خونش میفرستن. شب میشه و با شخصیت دیگه به اسم کرن آشنا میشیم. کرن کارگاه پلیسه و به زنگ میزنن و بدون صحنه جرم احضارش میکنن. اونجا با دوتا همکارش یعنی بلو و نیک هم آشنا میشه و ستایی به سمت محل جرم میرن که خونه همون گزارشگر یعنی جو پاورزه و میبینیم که جو همراه همسرش به شکل وحشتناک کف زمین افتادن و بدنشون سلاخی شده. گلوی جو پاورز بریده شده و جونش رو از دست داده، ولی شوهرش فقط شکمش ضربه دیده و الان توی بیمارستانه. با بررسی صحنه جرم اولین چیزی که چشمشون رو میگیره همون کیکیه که صبح ارسال شده بود. برای همینم میگردن که بفهمن کی فرستادتش. خود جو پاورز هم برای کالبوچه کافی میفرستن و خلاصه که تنها برداشتشون اینه که شوهر جو بهش حمله کرده و اونم برای دفاع بهش یه ضربه زده، ولی خب خودش جونش رو از دست داده. روز بعدی میرسه و بررسیشون ادامه داره. اولین چیزی که میفهمن اینه که هیچ کسی تو اون ساعت وارد خونه نشده یا ازش بیرون نیومده. بلو که سنش کمتر و زیاد تو فضای مجازیه در مورد تهدیدهای اخیری که جو پاورز میشده صحبت میکنه و یه سرچ انجام میده و میبینه که چقدر آدم تهدید کردن که جونشون میگیرن. حتی صدها نفر زیر پست جو پاورز از هشتگ مرگ بر جو استفاده کردن. این هشتگ رو یادتون باشه چون من نمیتونم زیاد از کلمش استفاده کنم و الا ویدیو دیمونتایز میشه. کرن هم میگه که نه زیاد این حرفا رو جدی نگیر، به خاطر اینکه تو فضای مجازی خیلی این حرفا میزنن ولی هیچکس انجامش نمیده. همین لحظه هم بهشون خبری میرسه که شوهر جو به هوش اومده. سعی میکنن بیمارستان تا ازش مصاحبه کنن و صحبت جالبی هم دارن. همسر جو میگه یه رفعه صدای فریاد همسرمو شنیدم. رفتم تو اتاقش رو دیدم داره داد میزنه و با چاقوی گلوی خودش رو مجروح کرده. بعدم یه رفعه من حمله کرد و بهم آسیب زد ولی افتاد زمین و جونش رو از دست داد. این صحبت هم نتیجه نگرفتن و از ایستگاه پلیس خبر میدن که کیک دیروزی رو بررسی کردنش. هیچ سم خاصی توش نبوده و قطعاً کیک سالمه. اسم کسی که کیک رو فرستادن پیدا کردنش و به کرن اعلام میکنن. دختری به اسم لایزا که از قضا کلی کامنت هم زیر همون پست جو گذاشته و بهش فوش داده و از هشتگی که گفتم هم استفاده کرده بوده. میرن دم خونش رو باهاش صحبت میکنن و لایزا میگه من اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. اون هشتگی که گذاشتم هم یه بازیه که به تازگی مد شده. همه تو فضای مجازی میگن زیر کسی که ازش متنفرید این هشتگ رو بذارید، اتفاق خاصی هم نمیفته. بازم نتیجه نگرفتن و برمیگردن به ایستگاه. نیک داره تو اینترنت میچرخه که یه رفیق به کرن و بلو میگه یه رپر به اسم تاسک مورد حمله مردم قرار گرفته. تاسک توی برنامه زنده بوده که فیلمی از یکی از طرفداراش پخش میشه که خیلی بد میرقصه. بعدم شروع میکنه به تحقیر این طرفدارش و میگه اصلا نرقص، نمیخوام طرفدار من باشی. مردم هم سر همین شروع کردن به کامنت گذاشتن زیر پستای تاسک و مدام دارن بهش فوش میدن. از همون هشتگ هم باز استفاده میکنن. همین لحظه تاسک رو میبینیم پیش رفیقاشه که یه رفعه سردرد شدیدی میگیره، فریاد میکشه و میفته زمین و آمبولانس میاد و میبرنش بیمارستان. انقدر داد و بیداد میکنه که بهش بیهسی میزنن، ولی وقتی میبرنش به اتاقی تا ازش MRI بگیرن یه رفعه شروع به لرزیدن میکنه. چند لحظه بعد فریاد میکشه و صداش برای همیشه قطع میشه. دکترها میبرنش بیرون و میبینن چشم تاسک ترکیده و انگاری اون انرژی الکترومغناطیسی یه چیزی رو از سرش بیرون کشیده و به خودش چسبونده، چیزی که باعث تعجب همشون میشه. یه ربات که شبیه زنبور ساخته شده. روز بعدی کرن و بلو به قسمت کاربرد چکافی ایستگاه پلیس میرن. بهشون میگن که وقتی بدن جو پاورز رو بررسی کردیم خیلی عجیب بود. توی مغزش یه دونه سوراخ ایجاد شده بود، سوراخی که انگاری از گوشش شروع شده و تا قسمتی هم مغز رفته که برای عصب‌های
درده. و جالبه که از تو مغزش هم همون ربات شبیه زنبور رو پیدا کردن، یعنی این ربات از گوش جو رفته داخل و وارد اون قسمت مغزش شده و انقدر بهش فشار آورده که از درد جون خودش رو بگیره. بلو با دیدن این ربات شبیه زنبور میگه یه پروژه بزرگ دولتیه که یه عالمه از اینها ساخته، به خاطر اینکه زنبورهای شهر کم شدن و این ربات‌ها میتونن همونجوری که میخوان کار زنبورها رو انجام بدن. خیلی سریع به پایگاه ارتش میرن که این ربات‌ها رو تولید میکنه و اونجا با رئیس پروژه یعنی رزمس آشنا میشن. رزمس توضیح میده که این ربات‌ها یه سنسور دارن که میتونه گل‌های اطراف رو تشخیص بده. اینطوری خیلی راحت شهد گل‌ها رو میارن و یه دونه کندو هم بر خودشون میسازن و عسل تولید میکنن. خلاصه که یه پروژه خیلی عادیه و میلیون‌ها عدد از این ربات‌ها رو توی سطح شهر تا الان ول کردن. همه‌شون هم تحت کنترل کامران و یه صفحه‌ای دارن که جی پی اس تک تکشون رو نشون میده. کرن زنبوری که از بدن جو پاورز پیدا کردن رو به رزمس نشون میده و میگه که این یه جوری از تحت کنترل شما خارج شده، ولی خیلی تکنولوژی ضعیفی دارن و غیر ممکنه یه نفر بتونه هکشون کنه. پس یه نفر از داخل همین سازمان کنترلشون میکنه و تونسته این کارو باشه انجام بده. به اتاق کنترل زنبورها میرن و اطراف خونه جو پاورز رو بررسی میکنن. میبینن شبی که اون اتفاق افتاده یکی از زنبورها یه دفعه از صفحه خارج شد و دیگه هیچ کنترلی روش نداشتن. رزمس قول میده بررسی کنه تا بفهمه چه اتفاقی اینجا افتاده و کارگاه هم میرن تا بقیه کارها رو انجام بدن. رفیق اگه از اینجور فیلم ها خوشت میاد حتما توی کانال سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا هر وقت پست جدید گذاشتیم اول از همه ازش باخبر شی. یه لیستم از همه افرادی که به این پروژه دسترسی داشتن میگیرن و وقتی که به ایستگاه پلیس میان به نیک میدنش تا بگرده و بفهمه کدوم این افراد ممکنه که همچین کاری انجام داده باشن. اینجاست که یکی از مامورهای امنیت ملی هم میاد و یه دونه دیگه از همون زنبورها رو بهشون نشون میده. میگه که اینو از سر تاسک همون رپر بیرون کشیدیم. اینجاست که تازه کرن و همکاراش با قضیه تاسک هم آشنا میشن. شروع به بررسی پرونده هر دوی این مقتول‌ها میکنن و بلو خیلی سریع چیز مهمی رو میفهمه. هر دوشون کاملا شبیه همدیگه از بین رفتن. یه اتفاق بدی براشون افتاده که توی جامعه مجازی همه ازشون متنفر شدن و زیر پستاشون همون هشایی که گفتم و بارها و بارها قرار دادن. بلو با یه تحقیق خیلی ساده به سایتی برخورد میکنه که اسمش بازی نتایجه. تو توضیحات نوشته مورد نفرت ترین آدمهای این کشور توی سایت قرار میگیرن. مردم با استفاده از همون هشتگ باید بهشون رأی بدن. هر کی هشتگش بیشتر از همه بشه مورد نفرت ترینه و یه جوری از بین میره. جو پاورز و تاسک دو نفری هستن که رتبه 1 رو تو این بازی گرفتن و این اتفاق براشون افتاده. بعد از این دوتا اتفاق هم مردم خیلی بیشتر دارن این هشتگ استفاده میکنن و واقعا بهش علاقه پیدا کردن. پلیسا میفهمن رأی‌گیری بعدی هم شروع شده و جون قربانی دیگه ای در خطره. زنی به اسم کلارا که به تازگی عکسی پست کرده و توی اون به یکی از یادبودهای جنگ کشور توهین کرده و خب مردم طبق معمول دارن از اون هشتگ استفاده میکنن تا یه جوری از بین ببرنش. سری به سمت خونه کلارا راه میافتن و باهاش هم تماس میگیرن که لوازمشو جمع کنه و آماده باشه. از اون طرف هم به رزمس میگن که تمام زنبورهای اطراف خونه کلارا رو بررسی کنه. به مقصد میرسن و همین لحظه رزمس میگه یکی از زنبورها از کنترل من خارج شده. موفق میشن کلارا رو سوار ماشین کنن و بدون خونه امن خارج از شهر ببرن. اما خب حواسشون نبوده و اون زنبوری که از کنترل خارج شده تعقیبشون کرده. وقتی به مقصد میرسن یه رفعی رزمس خبر میده که تمام زنبورهای تحت کنترل من از بین رفتن و دیگه هیچ کلومو نمیبینم کجان. پلیسا و کلارا هم میرن داخل و در و پنجره ها رو میبندن و میبینن که هزاران زنبور دارن به سمتشون حرکت میکنن. حمله وحشتناکی شکل گرفت و نمیدونن چیکار کنن و در آخر یکی از زنبورها میاد داخل و از بینی کلارا واردش میشه. لحظاتی بعد بدن این دختر میلرزه و همون لحظه جونش رو از دست میده. اما جالبه که به هیچ کدوم از پلیس ها حمله صورت نمیگیره. همینم هم باعث میشه وقتی به ایستگاه پلیس بیان سری رزمس رو احضار کنن و بهش میگن که این زنبورها باید از سیستم تشخیص چهره استفاده کنن و الا باید به تک تک ما حمله میکردن. رزمس بالاخره اعتراف میکنه، میگه ارتش ما یه پول خیلی زیادی رو داد تا سیستم تشخیص چهره توی این زنبورها بذاریم و اینطوری علاوه بر اینکه کار خودمون رو انجام میدیم مردم هم زیر نظر بگیریم تا یه موقع مشکلی برای امنیتمون پیش نیاد و بتونیم ازش برای گرفتن دوزها استفاده کنیم. همه چیز به هم ریخته و هنوزم هیچ نتیجه از کارشون نگرفتن. روزها گذشته و شخصیت دیگه مورد حمله مردم قرار میگیره. یکی از اعضای شورای کشور به اسم تام که
هست که به تازگی یه سری فساد اخلاقی ازش پخش شده و خب مردم هم ازش متنفر شدن. تام همراه کلی نیروی امنیتی به پناهگاه زیرزمینی میرن، اما بازم مورد حمله زنبورها قرار میگیرن و از دست میرن. در همین حال هم کارگاه کرن داره بررسی میکنه که چه کسایی توی این پروژه کار میکردن و باهاشون یه مصاحبه انجام میده. به یه دختری برخورد میکنه که قبلا توی این پروژه کار میکرده و اخراج شده. این دختر موقع کارش یه اشتباهی انجام داده بود که همه مردم بهش حمله کرده بودن و کلی فوش و تحقیر توی فضای مجازی نوشته بودن. به حدی که این دختر میزنه به سیم آخر و تصمیم میگیره جون خودش رو بگیره. اما هم اتاقیش یعنی پسری به اسم گرت که از قضا تو همین پروژه هم کار میکنه سر میرسه و جلوشو میگیره و جونشو نجات میده. کارگاه کرن میره در مورد این گرت جستجو میکنه و خیلی چیزهای مهمی رو در مورد زندگیش میفهمه. بعد از اتفاقی که برای این هم اتاقی گرت افتاده بود، گرت میفهمه که حرفای مردم چقدر به هم اتاقیش آسیب رسونده و برای همینم هم یه مقاله مینویسه. تو این مقاله توضیح میده این افراد هیتر، کسایی که میاد دنیای مجازی، توییتر، اینستاگرام، اینجور جاها بقیه رو مورد حمله قرار میدن، باید یه روزی به تقاصه کارشون برسن. باید بفهمن که چقدر این حرفاشون داره زندگی دیگران رو به فنا میده. حتی وقتی که جو پاورز همون خبرنگار اول فیلم هم مورد حمله مردم قرار گرفته بود، دوباره گرت مقاله نوشته بود و از جو دفاع کرده بود. بعدم توش نوشته که باید یه بازی شکل بگیره که این افراد هیتر، کسایی که بقیه رو اینطوری مورد حمله قرار میدن، به تقاص کارشون برسن. خلاصه که جمله هایی که استفاده کرده دقیقا مثل همون اسم سایت هست، یعنی بازی نتایج. برای همینم هم شروع به گشتن دنبال گرت میکنن و میفهمن که 6 ماه پیش کشور رو ترک کرده. کارگاه بلو با بررسی ساده میفهمه که الان کجاست و تصمیم میگیرن برن سراغش، چون میتونه مظنون اصلی پرونده باشه. برای همینم هم به محلی که فکر میکنن گرت قایم شده حمله میکنن، اما هیچ خبری ازش نیست. با جستجوی خونه یه دونه هارت پیدا میکنن که تا حدودی سوخته، ولی برمیگردونش به ایسکا و موفق میشن اطلاعاتش رو برگردونن. کارگاه کردن از چیزی که میبینه پراش میریزه. گرت با استفاده از اون هشتگی که راه انداخته بود اطلاعات مردم که از هشتگ استفاده میکردن رو جمع میکرده، یعنی نزدیک به 300,000 اطلاعات مختلف از آدم ها توی این هارده. اصلا برنامهش این بوده که یه همچین کمپین هایی راه بندازه و مردم هشتگه استفاده کنن و بفهمه کدوم دسته از آدم ها هی میان بقیه رو اینطوری تحقیر میکنن و حتی حاضر به مرگشونن. اینطوری میخواسته اطلاعاتشون رو جمع کنه و توی وقت مناسب بره سراغ همشون. بخوام واضح‌تر بگم، این چند نفری که توسط همین بازی آنلاین جونشون رو از دست دادن فقط یه پیش زمینه برای برنامه اصلی گرتن. اون میخواسته این بلا رو سر این آدم‌ها بیاره تا بتونه به مردم بفهمونه حرف‌های شما میتونه جون بقیه رو بگیره و حالا نوبت خودتونه که نتیجه کارتون رو ببینید. تمام کارگاه‌ها از چیزی که فهمیدن ترسیدن. رزمس مدیر این پروژه میاد و میگه که باید سری همه زنبورها رو از کار بندازیم. اما کارگاه کرده میگه نه، احتمالاً گرت کاری کرده که اگه بخوای همه رو از کار بندازی تازه پروژهش فعال میشه. اما رزمس گوش نمیده و با پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات دکمه قطع کردن همه رو فشار میده. همین لحظه است که کار اصلی گرت شروع میشه. 300,000 نفر با حمله این زنبورهای رباتی به شکل دردناکی جونشون رو از دست میدن. 300,000 آدم که تو فضای مجازی مدام به دیگران حمله میکردن و زندگیشون رو به فنا میدادن. مدتی از قضیه میگذره و میبینی که کارگاه کرن داره به خاطر قضیه محاکمه میشه. میگه که همکارم کارگاه بلو جون خودش رو گرفت چون نمیتونست با عذاب وجدان کنار بیاد. بعدم که از دادگاه میاد بیرون میبینیم همه مردم جمع شدن و دارن بهش فوش میدن و حالا خود این دختری که مورد تنفرشون قرار گرفته. تو ماشین و یواشکی به کسی زنگ میزنه. میبینیم کارگاه بلو هنوز زنده است. فقط اینطوری گفتن تا از دید مردم پنهون بمونه. کارگاه بلو به سفری رفته و همچنان دنبال گرته تا بتونه اونو به میز محاکمه برسونه. میره به جایی و به کارگاه کردن پیام میده که بالاخره پیداش کردم و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اینم بگم اگه کار موسیقی انجام میدید یا توی اینستاگرام و یوتیوب ویدیو میذارید و دنبال آهنگ بدون کپی رایت هستید، میتونید به این کانالی که توی دیسکریپشن گذاشتم یه سر بزنید. اونجا هر روز یه سری بیت قرار میگیره که میتونید به راحتی استفاده کنید و هیچ کپی رایتی هم نداره. هیتد این نیشن نظر من یکی از بهترین پیام ها رو میخواد انتقال بده و اونم چیزی هستش که روزانه همه باهاش برخورد داریم، اینکه چقدر پیام های منفی مردم میتونه زندگی بقیه رو به فنا بده. وقتی یه نفر فقط یه کم معروف میشه، همون لحظه است که مورد توجه مردم قرار میگیره و از همین لحظه است که هیترها شروع به تخریبش میکنن. قطعا خیلی تجربهشو داشتن یا حداقل به چش دیدید که توی کامنت های بعضیا چه اتفاقهایی میفته و چه حرفایی بهشون زده میشه. توی این قسمت از سریال هم دقیقاً همین حرفو میخواد بزنه که بعضی اوقات کلمه ها میتونن مثل اسلحه عمل بکنن، میتونن جون یه نفر رو بگیرن. توی این فیلم ما دیدیم درسته که بعضی از این سلبریتی ها اشتباهاتی انجام میدادن، ولی قطعا لیاقتشون این نبود که همچین اتفاقی براشون بیفته.
همه آدم ها اشتباه میکنن، فقط چون بعضی ها توی دوربین قرار میگیرن جلوی چشم دیگرانن، اشتباهشون به گوش همه میرسه. وگرنه همه ما ده ها بار ممکنه که بدتر از اینها کار انجام داده باشیم، فقط دیگران نفهمیدنش. به هر حال کوچکترین اشتباه یه آدمی که توی چشم دیگرانه باعث میشه که همه بیان بهش فوش بدن، همه بیان کامنت ها رو براش بذارن، حتی تهدید به اینجور کارها بکننش، و همین کلمه ها بعضی وقتا میاد جون طرفو میگیره. منظورم این نیست که مثل این فیلم یوزلنبور برده گوششان، نه، بعضی اوقات حرفا میان استعداد، روان، روح طرفو از بین میبرن و دیگه اصلا اون انرژی براش نمیمونه. همون لحظه کنار میکشه میره کنار، ممکنه که تمام زندگیش به همون استعدادش و کاری که انجام میده وابسته باشه و وقتی که اونو ازش میگیرید دیگه هیچی براش نمونه. حرفم اینه که پیام این فیلمو یکم جدی بگیریم، یکم حواسمون به رفتارمون، به حرفامون باشه، الکی به بقیه هیت ندیم، یکم خوبیای طرفم ببینیم. اگه 1000 تا کار خوب انجام داده، یه کار بد کرده، نه به خاطر همون یه کار تمام آینده و گذشته و همه چیزی رو سوال ببریم. اون طرف ممکنه که سالها وقت گذشته باشه تا به همون مرتبه‌ای که الان هست برسه. به نظر من نقطه قوت این فیلمم اتفاقی که برای اون سلبریتی‌ها میفته نیست، اون انتقامی هستش که آخر میاد یارو میگیره از همه همون هیترها، کسایی که قبل از زندگی خودش هم به فنا داده بودن. دیدیم که اومد یه لیست از همشون جور کرد و وقتش که رسید رفت سراغ همه اونا که بگه شماهایید که باعث میشید اینجور اتفاقا بیفتن، شماهایید که باعث میشید زندگی کسایی که یه ذره معروف شدن به فنا بره. به نظرم خیلی قشنگ اینو به نمایش میذاره و خلاصه استرس فیلم فوق العاده بالا میره اونجا دیگه. همین، ببخش زیاد حرف زدم، فیلمش به نظرم جالب بود، باید این حرفا رو در موردش میزدم، چون واقعا یه وقتای هیت دادنه خیلی یارو به فنا میده. مراقب باشیم به خاطر کوچکترین چیزها که خودمون نداریم بقیه رو محکوم نکنیمشون، تلاش کنیم خودمون به درجه بهتر از اون برسیم، خیلی قشنگ‌تره. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسیم.